كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس ما در مورد همزة بود. در درس گذشته همزه قطعی و وصلی بیان شد که همزه قطعی آن همزه است که در حالت وقف و وصل تلفظ می شود، در هر دو حالت موجود می باشد، و همزه وصلی آن همزه است که در حالت وقف و اعاده تلفظ می شود، اما در حالت وصل از بین می رود و حذف می شود. بحث امروزی ما در حرکت های همزه وصلی می باشد، یعنی وقتی که همزه وصلی در حالت وقف و اعاده تلفظ می شود، پس همزه وصلی از خود حرکت ندارد، باید به همزه وصلی حرکت داده شود. و بحث ما در این است که به همزه وصلی کدام حرکت داده شود. هفت اسما در قرآن کریم ذکر شده که در این هفت اسما همزه وصلی واقع شده، و همچنان در این هفت اسما همزه وصلی مکسور تلفظ می شود، و آن هفت اسما عبارت از اسمون، ابنون، ابنتون، امراون، امراتون، اثنانی، اثنتانی. این هفت اسما است که در این هفت اسما در ابتدایشان همزه وصلی قرار دارد، و همچنان در این هفت اسما همزه وصلی مکسور تلفظ می شود، و همچنان در الف لام تعریف که کدام همزه وصلی قرار دارد، در الف لام تعریف همزه وصلی مفتوح تلفظ می شود، دارای فتحه می باشد، مثلا الحمد، الشمس، الرحمن، النجم، الذي، الذين، التي، اللذان. در الف لام تعریف یا هم حرف تعریف، به الف لام تعریف حرف تعریف هم می گوید، در الف لام تعریف که کدام همزه وصلی قرار دارد مفتوح تلفظ می شود. و همچنان در افعال، در افعال اگر حرف سوم کلمه مفتوح یا مکسور باشد، همزه وصلی مکسور می باشد، یعنی اگر بالای فعل همزه وصلی قرار بگیرد، در این صورت به حرف سوم کلمه نگاه می کنیم. اگر حرف سوم کلمه مفتوح یا مکسور بود، همزه وصلی هم مکسور تلفظ می شود، مثلا اهدنا. ببینین در کلمه اهدنا به حرف سوم نگاه می کنیم که حرف دل است، حرف اول همزه می باشه، حرف دوم حرف ها، و حرف سوم دل. ببینین که در این کلمه حرف دل حرف سوم است و مکسور است، پس در این حالت همزه وصلی هم مکسور تلفظ می شود، اهدنا. همین قسم قل نهبطو، ببینین کلمه نهبطو اینجا هم حرف سوم حرف با است، چون اول همزه است، این همزه همزه وصلی است، دوم حرف ها، سوم حرف با. ببینین که حرف با حرف سوم است و مکسور است، پس در این صورت همزه وصلی هم باید مکسور باشد، اهبطو. قل نهبطو در حالت وصل، اما در حالت وقف و اعاده اهبطو، چون همزه وصلی در حالت وقف و اعاده تلفظ می شود، در حالت وصل از بین می رود. اگر ما مثلا تلفظ کنیم که قل نهبطو وقف کردیم، پس اعاده می کنیم اهبطو، پس در اینجا همزه وصلی مکسور می باشد، چون حرف سوم کلمه مکسور است. همین قسم اگر حرف سوم کلمه دارای فتحه باشد، همزه وصلی هم مکسور می باشد، مثلا اقترب. ببینید همزه حرف اول، قاف حرف دوم، تا حرف سوم، اقترب. همین قسم یا ایها الذین آمنوا استعینوا، ببینید آمنوا استعینوا وقف کردیم، پس اعاده می کنیم استعینوا، همزه وصلی قرار دارد و همزه وصلی مکسور است، چون حرف سوم مفتوح است. اگر حرف سوم مفتوح یا مکسور باشد، همزه وصلی هم مکسور می باشد. و همچنان در اینجا ببینید که در همزه وصلی در ابتدای آیت ذکر شده، اما در اکثر جای های همزه وصلی در وسط آیات یا در وسط کلمه قرار می گیرد، مثلا یا ایها الذین آمنوا استعینوا. ببینید در اینجا هم همزه وصلی قرار دارد، آمنوا استعینوا، وقتی که وقف کردیم پس اعاده می کنیم استعینوا. پس در افعال
اگر حرف سوم کلمه مفتوح یا مکسور باشد همزه وصلی هم مکسور می باشد و اگر حرف سوم کلمه مذموم باشد همزه وصلی هم مذموم است. مثلا یا ایها الذین آمنوا اذکروا، ببینین آمنوا اذکروا، در اینجا حرف سوم حرف کاف است و همچنان مذموم است، پس همزه وصلی هم مذموم تلفظ می شود. اذکروا، نمیگیم که اذکروا، اذکروا. همین قسم یا قوم ادخلوا، ببینین حرف خا حرف سوم کلمه است، پس همزه وصلی هم مذموم تلفظ می شود چون حرف سوم مذموم است. ادخلوا، ادخلوا. مثلا انظروا، ببینین حرف سوم حرف ضا است که مذموم است، پس همزه وصلی هم مذموم. انظروا، اقتلوا. همین قسم اگر حرف سوم کلمه مذموم باشد همزه وصلی هم مذموم تلفظ می شود. اذکروا، ادخلوا، انظروا، اقتلوا. باز هم تکرار میکنم که همزه وصلی در اکثر جای های در اکثر جای ها در وسط کلمه یا هم در وسط آیت قرار میگیرد. پس ببینین یا ایها الذین آمنوا اذکروا، وقف کردیم پس که اعاده میکنیم اذکروا، یا قوم ادخلوا، ادخلوا، انظروا، اقتلوا یوسف، پس اعاده میکنیم اقتلوا یوسف. و همچنان در این قاعده اگر حرف سوم کلمه مذموم باشد همزه وصلی هم مذموم است. چند کلمات مستثنا هم وجود دارد که اقضوا، اتقوا، ابنوا، امشوا، امضوا، اهدوا. ببینید که در این کلمات حرف سوم مذموم است اما همزه وصلی باز هم مکسور تلفظ می شود، چون این شش کلمات مستثنا است بخاطر اینکه همزه ببخشید بخاطر اینکه ذمه این شش کلمات ذمه عارضی است، اصلی نیست، بخاطر که این شش کلمات در اصل این قسم بود: اقضیو، اتقیو، ابنیو، امشیو، امضیو، اهدیو، در اصل این قسم بودن و از اصل خود به این حالت تبدیل شد که اقضو، اتقو، ابنو، امشو، امضو، اهدو. یعنی خلاصه این که این شش کلمات مستثنا است و همچنان حرف سوم این شش کلمات مذموم است، باز هم همزه وصلی مکسور تلفظ می شود، مذموم تلفظ نمی شود، به خاطر که ذمه این شش کلمات ذمه اصلی نیست و عارضی می باشد. این بود درس امروزی ما که در مورد حرکت های همزه وصلی بود. و همچنان فراموش نکنید اینکه ما چه قسم بفهمیم که کدام همزه همزه قطعی است و کدام همزه همزه وصلی می باشد. قرآن کریمی که در عربستان چاپ شده بر رسم الخط جدید، در آن شما ببینید بالای همزه قطعی که به شکل الف نوشته شده، بالای همزه قطعی یک علامه کوچک است مثل سر عین واره، او به این معنا که این همزه همزه قطعی است. و بالای همزه وصلی یک علامه کوچک است مثل صاد واره، و این علامه کوچک که مثل صاد نوشته شده به این معنا که این همزه همزه وصلی می باشد. همین طریقه آسان است که برای همزه قطعی یک علامه کوچک است مثل سر عین واره و برای همزه وصلی علامه کوچک است مثل صاد واره. و همچنان این علامه ها در رسم الخط جدید می باشد که در عربستان چاپ شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.